شد ندیدم، خیلی خوشحالم نرفتم، چون میدونی که بلند میشدم یعنی خار مادر اون دم به ابوالفضل. بچه همونطور که میدونید مسابقه هادی چوپان هم تموم شد و حتی صدای آیسان هم در اومد. آیسان اسلامی هم به نتیجه خیلی خیلی اعتراض داشت. بریم صحبتهای باحال آیسانی که در مورد هادی میزنه رو بشنویم. صحبتهای واقعا درست و ناراحت کننده ای. دم آیسان اسلامی هم گرم که حرف مردم میزنه. آقا سلام، خسته نباشین. مثل اولمپیا رو تو راه که داشتم میرفتم توی یوتیوب نگاه کردم. من داداش، حالا میگم هر کی یه نظری داره دیگه، من جای هادی چوپان باشم اصلا دیگه داداش مثل اولمپیا نمیرم. من یه چیزی هم بذار در مورد بدنسازی به شما بگم. من بدنسازی طرفدار بدنسازی هم، خودم جزو بدنساز به حساب نمیام، ولی از سال 82-83 من توی باشگاهم، یعنی من 15 سالگی تو باشگاهم، یعنی تو چالوس تو باشگاه بودم، نه کسی شهر بودم، نه ورزش میکردم، اسکات مثلا میزدم، نمیدونم توی ورزش بودم. وایسه داداش، مستر اولمپیای پارسال که بین آقای درک و آقای هادی بود، معیارش این بود که آجی هر چقدر شرط، هر چقدر کاتر باشی میبری، که پشت اون درک از هادی خوشتر بود. حالا عضله بیشتر نداشت چون پایین هادی اونو جر میداد، ولی از جلو و بغل هادی بردش. خب حالا دیگه رفت رو مثلا خیلی امتیاز کم، ولی برادر من سامسون اصلا بدنی نداشت، اصلا که حرف نه، از جلو حرف نداشت، پاش حرف نداشت، ولی یارو اصلا آب داشت، کلوف بود. من اصلا نمیدونم، یا معلو زیاده مثل اولمپیا، من تمام مثل اولمپیا رو 20 ساله میبینم، از زمان دوریانیه سمر رو نگاه میکنم، ولی میگم اصلا نفهمیدیم. بعد قبلش بگن آقا گنده بیاین، لاغر بیاین. داداش این از قدیم هم همین بود، مثلا لیهنی یکی بود 8 دور قهرمان مثل اولمپیا شد، بعد رونی کلمن اومد دقیقا سر 8 دور، اینا نمیخوان جذابیتش از بین بره. بعد داداش یه چیزی بذار من در مورد مثل اولمپیا به شما بگم. تو آمریکا الان شما بری بغل هر کی این آدم ها اینجا وایسی بگیم مثل اولمپیا، میدونی چیه؟ میگه نه چی هست. من چند روز پیش تو باشگاه با یه دختره صحبت کردم، دختره IFBB پرو بود. نه گفت میخوام IFBB پرو بشم. قشنگ گوش کن، دختره برگشت گفت من میخوام IFBB پرو بشم. بعد بابا خب تصادف شده دیگه، چی رو نگاه میکنی که تو هم بزنی؟ آقا این تصادف میشه وای میسن چی رو میخوان نگاه کنن؟ تصادف کردن مگه حال میده؟ پس چرا خود تصادف میکنی؟ فوش خارمادر میگیدی به دنیا همه رو، چی رو نگاه میکنی؟ بعد این دختره تو باشگاه بدنساز بود و فلانه، گفت کجایی هستی؟ گفتم ایرانی هم من. باورت نمیشه سعی رفت صفحه اینستاگرام هادی چوپان آورد، گفت این عراق. گفتم عراق چیه؟ با یارو ایرانیه، با عراق چیه؟ همون روزم ما پیج اینستاگرام نداشتیم، حالا نمیدونیم به این دختره چوری بگیم که ما کی هستیم، بگیم آقا این بدنسازی که بدنساز محبوب تو، بچه محل ما، یعنی بچه ایرانه، ما رفیقیم باش. هیچ پیج نداشتیم اون روز. بعدنم هادی چوپان داداش زیادی اسمش گنده شده، ایرانی ها با وجودن. بذار الان بذار من این چراغ قرمز اینو رد کنم، الان بهتون بقیه رو میگم. هادی چوپان هم آجی بچه زحمت کشیده است دیگه، و دستشو نگاه کن، سخته برادر من. حالا یارو میاد میبینه آه خوش به حالش آمریکاست، باشگاه هانی رامبوده، میدونم آمریکاست، داره چیکار میکنه برادر من؟ یارو آمریکا تو لاس وگاس با 6 تا خانم نخوابیده که. هانی رامبود هم تو رو میبره تو باشگاه از صبح تا شب باید وزنه بزنه دیگه، کی میدونه تو رژیم 6 تا صفحه بزنه برادر؟ خیلی این بند خدا با غیرت حضرت عباسی، یعنی خدایی میگم باید این بدنش رو ایشالله عمرش 1000 سال، خلاصه یه آدم هر روزی میره از دنیا یه روزی، این بدن و این مفصل پفصلاش آدم باید بگیدین بدره تو غاب، مردم برن تو موزه 200 سال دیگه عمرش 1000 سال نگاه کنن. حاجی خیلی زحمت کشیده، خیلی تلاش کرده.
بعد حالا کاری داشت به این ندارم دوم اوپن مثل اولمپیا، اصلا مثل این که الان من به شما بگم که اصلا چی بگم، همون آره یه چیز غیرعادی این کاری که کرده. ولی انصافا میگم، من دوباره عرض میکنم، هر کی بدنسازی رو یه جوری دوست داره دیگه. من بدنسازی رو با کاندیشن و بدن خوش، مثلا آپتین بدنش هر دمو میبینی آدم خوشش میاد بره ورزش بکنه، دوست داری سالم زندگی کنی. چرا دیدی لعه من گاز گرفت یارو؟ نمیگم کی، کف بکنیم اتون، آره خودم گاز گرفتم. آره در صورت که میگم دمش گرم دیگه. حالا وقتی که داره میاد ایران حاجی، بریم فرودگاه کارش بکنیم، بنده خدا اصلا کف بکنه تمام شوق و ذوق اینا همین هاست دیگه، بنده خدا دیگه، اینا دیگه کار دیگه نه. الان دوباره میره تو باشگاه 10 ماه دیگه باید ورزش بکنه، رژیم بگیره، زندگی نیست برادر من که یه 48 ساعت زنبان ما یه کربوهیدرات رو این روز قد میکنیم، بیاد مادر شب و روز گریه میکنیم مثلا نمیدونیم کیه بنده خدا. آره داداش آره واقعا آدم، ولی خدایی هم کاری ندارم، از بازیگر و هنرپیشه و خطات و خیاط و این استوری های مرد خیلی ها رو دارم دیگه، خیلی مشنی نمتون همه براش استوری گذاشتن و من منتظرم یه چیزی غلومبه سلومبه بنویسم. خودش دیدی چوری صحبت میکنه هادی که ای کوهان شیرهای بلند مثنوی، میخوام یاد این شعرهای اینجوری بیام. ولی خب اینا شیرازی هم خودشون دیگه، اینا خودشون چیزن، یعنی اهل کتاب و اینان. حالا باید ببینم چجوریه دیگه، چت جی پی تی باید بگم یه چیز در مورد هادی چوپان. آره خوب شد نیدم، خیلی خوشحالم نرفتم، چون میدونی که بلند میشدم یعنی خار مادر اون دم میدونی به ابوالفضل قسم میگم ها. من اینجوری کسخل من نبین مثلا کسخل ها. یه چیزی هم من بگم به شما خیلی فشرده سری، یارو مثلا هادی چوپان دوم شد، وا یکی کلش گرفت یکی زجه میزدی گریم برای دوم شد دیگه برادر دیگه، دوم مثل اولمپیا شده، اول شده، دوم شده، سوم. بعد الان حاجی اصلا صحبت میکنه، ببین چقدر بچه با استعدادی بوده حاجی، همسن سال منه. میگم یه وقت چیز فکر کنم از من کوچیکتره یه سال فکر کنم، چون من یادمه دیگه من 94 با دوریان یس بودم، هادی یادمه تازه با ما شروع کرده بود. نه شوخی میکنم، میگم که چی داشتیم میگفتیم، میدادیم مثل اولمپیا رو مردم ایران یه حال میکردن دیگه، عادت سالای کوچر دو کنفرانس تو از سیاست ایران. آره هادی چوپان ببخشید بگه سیاست ایران اونجوریه برسه خودشو مدال بکنه دوگونی بگیرن ببرن، این چه سوال کوچر بود کردی؟ ورزشکار ببخشید مگه سیاسیه؟ ورزشکار مگه به سیاست ربط داره؟ ورزشکار وطنه. افغانستان طالبان توش حمله کرده بودن، داشتن همدیگه رو میکشتن، تیمش داشت فوتبال بازی میکرد، به اونا چه ربطی داره؟ به فوتبالیست چه ربطی داره؟ اینا رو اذیت میکنن. هر جا مسابقه دیدین که سوال سیاسی از ورزشکار کرد، بزن تو گوش خبرنگارش بگو خواهر اونا همه رو بگو من چه میدونم. الان من خودم تو تیم ملی هستم، اینا دیگه تو تیم لیکرز هم دیگه، تمام لباسای من مال بسکتبال. الان سوال سیاسی از من بکنم من میده بهش چی میگم که اون بچه افغانستانیه که دوم شد حاجی، من خیلی خوشحال شدم دیدم داره باش هادی فارسی صحبت میکنه، از ته قلب خوشحال شدم براش، چون افغانستان وطن دوم منه دیگه. دیدم داره هادی بهش میگه حاجی خیلی باش قشنگ، خیلی کوروش، خدا بیامرز کوروش پدر ما بزرگ، اون مدلی باش صحبت کرد، گفت این آقا اینه که گردنته، اینه. خب دیگه یارو بزرگ خواهد با هادی چوپان، خیلی از ورزشکارا با مقامشون بزرگ نمیشن، هادی چوپان حتی از مقامش هم بزرگتر شد، افتاده شد، حواسش جمع‌تره. خیلی آدم درستیه هاجی، خیلی آدم درستیه واقعا. این حرفو نباید بزنم واقعا، دول هادی به دهن اون جیمنیون کسکش که گرفت بر از چه لالگی دوم کرد، این سری باید برم به دهن اینا رو، من باید برم اونجا بزنم خودم خوش کنم، برم آخر غالب بکنم اونجا توی فیزیک کلاسیک. الانم که بامصد رفته دیگه، منم که میدونی خرشانسی، یک دفعه دیدی رفتم و اول شدم دیگه.